ثبت یک تصویر ثابت کردن یک لحظه نشان می دهد که حقیقت چقدر غنی است. نوشین هستم از Persian Award. امروز مهمان بسیار عزیزی همراه ما هستند، جناب آقای حسن دهداری، که ازشون می خوام خودشون رو کاملتر برای ما معرفی کنن. با سپاس از اینکه از من دعوت کردیم برای مصاحبه. من حسن دهداران جبری هستم، متولد شهر بوشهر. مدرک تحصیلیم گرافیکه و 30 سال تو زمینه هنر و گرافیک تدریس کردم. خب تو ایران؟ جانم؟ تو ایران تدریس کردیم؟ بله. تو ایران تدریس کردم. چند سال، تقریبا 5 سالی هست که مهاجرت کردم به کانادا. با توجه به رشته تحصیلی که داشتم، خب یه خورده با دوربین و عکاسی و اینا در ارتباط بود، چون رشته گرافیک بود و قبلش هم باز رشته هنر بود که در واقع برای تدریس و آموزش ما تربیت شدیم و بعد رشته گرافیک ادامه دادم و در این زمینه خب فعالیت داشتم. یه تقریبا 30 سال تدریس کردم. هی سال دیگه است ماجرای عکاسی پس در رابطه با رشتهتون شروع شد دیگه، قبل بله. از اون که بله، عکاسی در واقع چون که اون زمان به اصطلاح تربیت معلم هنر میگفتن، خیلی قدیم یا بعدش قبلش انستیتو هنر بود، که توی این زمینه با عکاسی آشنا می‌شدیم و در واقع یکی از رشته‌های درسیمون همون عکاسی. اولین دوربینتون یادتونه چی بود؟ اولین دوربینی که عکاسی کردم یادمه، اولین دوربینم هم یادمه. اولین دوربینی که عکاسی کردم یه دوربین روسی بود که برادرم گرفته بود. زنیت؟ نه، خیلی قبل از اون بود. من اسمش هم اصلا یادم نیست. خیلی قبل از زنیت. من اون موقع شاید کلاس پنجم دبستان بودم. برادرم داشت، من گاهی وقتا عکس می‌گرفتم، دوست داشتم تو این زمینه. بعدش خب زنیت بود. بله، اون اول زنیت 122 بود. بله. توی شاخه‌های مختلفی عکس میگیرین و عکساتون رو منتشر میکنین، حالا به اشتراک میگذارین، کدوم شاخه رو بیشتر دوست دارین؟ حقیقتش من به خاطر کارهای هنری زیادی که میکردم تو ایران، خب بازیگری میکردم، کارگردانی میکردم، تئاتر البته، و موسیقی با یه گروه بندری کار میکردم، فرصت زیادی برای عکاسی نبود و خیلی علاقه داشتم، همیشه عکس میگرفتم، ولی عکاسی حرفه‌ای رو هیچ وقت دنبال نکردم تا زمانی که مهاجرت کردم به کانادا. و اینجا با توجه به طبیعت زیباش و اینکه دلتنگی‌هایی که خود آدم داره و این که فراموش کنی که این دلتنگی ها رو بردم به عکاسی و بیشتر سعی کردم حرفه‌ای‌تر عکاسی کنم، با توجه به اینکه طبیعت اینجاست. خب منم به طبیعت کشونده شدم، در واقع بیشتر عکاسی طبیعت میکنم، شاخه‌های مختلف طبیعت، هرچند که شاخه‌های دیگه ای هم عکاسی میکنم. مثلا توی چند باری که رفتم ایران سعی کردم عکاسی معماری رو و فرهنگ ایرانی رو باز عکاسی بکنم. در واقع شما عکاسی انیمال و لندسکیپ و همه اینا رو جزو نیچر آوردین، طبیعت آوردین،
اصلا فرق تفاوت نیچر و لندسکیپ چی هست؟ یه توضیح میدی من. ببینید لندسکیپ معمولا به عکسایی که از منظره گرفته میشه، خب یه منظره ممکنه طبیعتش ساختمان باشه، خب این جزء ممکنه جزء شاخه نیچر محسوب نشه، ولی خب بیشتر منظره ها طبیعت هم میدونی میشه گفت که یه شاخه از طبیعت هم میشه، ولی خب لندسکیپ در واقع شاخه جدا از طبیعت حساب میشه که حالا با طبیعت هم سر کار داره، ما نمیتونیم بگیم جدا هست، نمیتونیم با هم. پس ساختمون جزء لندسکیپ محسوب میشه، چون بین علما اختلاف دیگه، یه جا میگم مثلا ساختمون اصلا جزء لندسکیپ نیست و نه، گفتم بستگی داره چجوری از ساختمان عکس بگیریم، وقتی که توی ساختمانی که خود که لندسکیپ حساب نمیشه، ولی وقتی که ساختمان جزء مثلا یه کادر افقی و منظره رو داریم با افق نشون میدیم، این به عنوان لندسکیپ شناخته میشه. میدونم که چند تا فایل مختلف برامون آماده کردین که عکساتون رو نشون بدین، دوست دارین فایل مثلا اولین فایل رو انتخاب کنین که من سوالامو رو همون عکس ها بپرسم؟ بله حتما. خب من سعی میکنم از لندسکیپی که سوال کردین شما من خیلی هم عالی زده بدین من شیر کنم براتون. خب اینجا به به چقدر زیاد عکس، متاسفانه فکر کنم فرصت نداشته باشیم، ولی امیدوارم که عکسای خیلی خوبی رو اینجا بتونیم ببینیم. خب الان میبینید عکس روی زمینه رو یا هنوز باز نشده؟ متاسفانه امیدوارم که فول اسکرین رو انتخاب کنین توی شیر. میخوای من دوباره شیر کنم که باز نشد؟ نه متاسفانه. من دوباره شیر بکنم ببینم. میخواین اول بازش کنین روی دسکتاپتون؟ بازه الان بازه. نه خود عکس رو بازش کنیم بعد شیر کنیم. الان استاپ شیر رو بزنیم لطفا. الان خود عکس اگر کل مانیتورتون صفحه مانیتورتون باشه شیر کنیم. بله الان من بله بله. خب این گفتم با توجه به اینکه طبیعت اینجا خیلی زیباست، آدم لذت میبره از منظره و ثبت این لحظات رو میشه به عنوان یه حسی که انتقال بدیم به دیگران. بس من این سعی میکنم سریعتر این عکس ها رو نشون بدم. بله. چرا عکاسی لندسکیپ اینقدر محبوب هست و پاپیولار هست؟ بله به خاطر زیبایی منظره است، چون به هر حال انسان به طرف زیبایی گرایش داره، هر نوع زیبایی که باشه به طرفش کشه. بعضی وقتا واقعا این منظره ها جالب توجه هستن، یعنی یه فضای پیش میاد که آدم مجذوبش میشه. و ما هم همه لندسکیپ ها رو ثبت نمی کنیم، اونایی که زیباترن رو ثبت می کنیم. خاطر همین بیشتر به چشم. لنز مورد علاقتون تو عکاسی لندسکیپ چیه؟ خب معمولا یه لنز واید بیشتر میخواد، از مثلا 18 به بالا، که بتونیم زاویه بازتری روی لنز من 2405 فعلا که باش عکاسی میکنم، به خاطر لندسکیپ نیاز داره که یه زاویه باز باشه، معمولا از همون 24 بیشتر استفاده میشه اگر بلد. که خیلی دور نباشه. بسیار زیبا. این عکس ادیت شده درسته؟ عکس قبلی؟ این که ادیت شده 100%؟
این دو شکل هست، این ادیت نشده، این عکس حالا قبلیش رو من میگم، اینو من فرمودین؟ اون عکس قبلیش قبلی اینو؟ بله. ببینید ما اینجا تاثیر رنگ داریم، یعنی یه مقداری شاید روی رنگ کار شده باشه، ولی وقتی که شما دیاف رو میبندید و به اصطلاح اجازه میدین که نور کمتری وارد دوربین بشه، گاهی عکس ها به طرف قرمزی میزنن، یعنی خیلی ادیت نشده به اون شکلی، مثلا بگیم چون قرمزه یا فیلتر خورده یا چیز هست. من سعی معمولا از فیلتری استفاده نمی کنم، بله توی کامرا رو یه خورده ادیت می کنم، ولی این که بخوام خیلی رنگ رو اغراق بکنم نه، بیشتر رنگ خودشونن، یه ذره توی ادیت شاید توی رزولوشن بله. اینا اینی که فرمودین، این تکنیک زوم بک هست، یعنی روی سپایه میره و لنز رو میچرخونه، یعنی این افکت چیز نیست، افکت فوتوشاپ نیست، در صورتی که فوتوشاپ هم این کار رو انجام میده با افکت های موشن بلار یا موونگ. یادتون هست چند ثانیه این عکس نور خورده؟ این خیلی سریع اتفاق افتاده، خیلی نور نخورده، تقریبا میشه گفت سرعتتون یادتونه؟ یه چیزی حدود شاید 10 ثانیه باشه، 1/10 بهش میگه، 1/10 باشه که همون موقع که دارین عکس میگیریم، یعنی اینقدر زمان زیادی نبرد، چون نور غروب یه نور شدیدی هست در واقع، خیلی چیز نیست که آخه 1/10 خیلی زیاده دیگه نیست؟ بله خب دیافراگ رو میبندید از اون طرف دیافراگ رو. نه میدونم اون که بله خودتون دیگه استاد هستید. نه خواهش میکنم اختیاره. پس وقتی که میرین عکاسی لندسکیپ، یه لنز وای توی کیفتون و من همیشه سپایه. همه چیز بامه، یعنی همه چیز بامه، یعنی وقتی میرم عکاسی یه کل پشتی دارم، حتی به اصطلاح عدسی های ماکرو، نمیدونم فیلتر ها، باتری اضافه، نمیدونم دوتا سه تا لنز که دارم مثلا بامه، چون که وقتی میرین شما عکاسی نمیدونیم به چه موقعیتی بر میخوره، در نتیجه ممکنه تأسف بخورید و بگین چرا مثلا این لنز رو نیوردم، چرا این رو آوردم. بارها شده که لنز زوم من مثلا برای پرنده رفتم دیدم یه منظره دیگه هست که میشه با 2405 عکس گرفت، که اگه نبود شما ممکنه. اون عکس قبلی کجا بود لوکیشنش؟ این هالیفاکسه، پگیسکو. هالیفاکس. آره پگیسکو هستش که خیلی عکسای جالبی اونجا گرفتم من. این محلشه، بالاترش یه فانوس دریایی، اگه دیده باشن خیلی تو کانادا هم معروف شد. بله احتمالاً باید باشه. این به اصطلاح داستان همون پگیسکوه که یه نفر میره اقیانوس رو دیگه بر نمیگرده و زنی بوده به نام پگی که میشینه روی این صخره که برگرده تا چند روز و آب اینو میبره، اون هم میبره. این به نام داستانش پگیسکو. واقعیه یا مال یک کتاب؟ من نمیدونم داستان دیگه، داستان رو نمیدونم، باهم شاید واقع، ولی خب این نام به اصطلاح این صخره به پگی معروفه. دقیقا من یه همچه عکسی دارم از توبوموری. این خیلی قشنگه، خیلی جالبه. بله خیلی هم خوب، زیبا. این هم همون دامنه همونجاست، اینجا یه خورده رنگ تاثیر شده، بیشتر مثلا تیره شده، اغراق شده توی اون وضعی. چون دهدارم ما چون وقتمون محدوده، بریم سراغ یک ژانر دیگه. حتما. عکس ها بسیار زیباست، لذت میبریم، ولی خب وقتمون هم بسیار محدوده.
بریم سراغ انیمالز که فرمودین. بله اینجا حالا با توجه به طبیعتی که داره، خب یه سری حیوان ها هستن که خب من از بیرون گرفتم، یه سری از تو باغ وحش گرفتم، چون که دسترسی به مثلا شیر که نداشتم، ولی خب اینجا سعی کردم یه جوری عکس بگیرم که خیلی چیز نشه، ولی خب روباه و سنجاب و نمیدونم جغد و اینا رو تو طبیعت اینجا میشه گیره بود. من یه چند تا از این خورده ادیت شده فکر میکنم باز باید استاپ شیر رو بزنین، عکس که باز شد بعد شیر کنیم. ببخشید. خواهش میکنم. تکنولوژی دیگه، هر روز یه چیزی در میاد. الان داریم؟ بله، بسیار عالی. اینو من از تو باغ وحش گرفتم، تو باغ وحش همین شهر بریم. توی عکاسی حیوانا اون چیزی که چالنجینگه چیه؟ چی سخته؟ توی طبیعت یه سری حیوان ها هستن که نمیشه بهشون نزدیک بشید، خب اونا خیلی چلنج هستن، یا پرنده های هستن که خیلی جاهای مرتفع زندگی میکنن مثل عقاب، یا خیلی استتار میکنن یا محبوب هستن مثل جغد برفی. خیلی سخت گیر آوردن، من مثلا بعضی وقتا 4-5 ساعت توی جنگل، توی نمیدونم بیابونای برفی میگردیم تا بتونیم یه پرنده حالا یا شاهینه یا چیز گیر بیاریم. این بعضیشون خب خطرناکن، یعنی شما وقتی داری بریم برای خرس، خرس بعد خیلی مثلا هرچی بتونیم بهش بیشتر نزدیک بشیم عکسای بهتری میگیریم و بتونیم دائم در کنارش باشیم، اون موقع میتونیم، ولی خب این خرس حمله میکنه. حالا این گاهی وقتا چلنج برای بعضی عکاس‌ها که 40 روز میرن مثلا توی، یا 30 روز یا یه هفته دو هفته میرن برای عکاسی فقط خرس و ببر و اینا، توی مثلا توی آفریقا هم همین شکله. خب خیلی از این عکاس‌ها جونشون رو از دست دادن توی این راه، خیلی ها مثلا دوربینشون رو اینا شکوندن تو آب افتاده. خب میگم خیلی سخت، مثلا شما میخوام از تمساح عکس بگیرم، خب این یه خورده خب با یه چیز از درخت و لندسکیپ خیلی راحت، اون راحت تره که باید نزه بره اونجا. ولی خب یه مورد دیگه هم که باشه اینه که عکس از حیوانات لحظه ایه، مثلا این رو شما در یه لحظه تونستین گیر بیارین و ثبت کنین، ولی مثلا لندسکیپ میتونی شما جای دوربین عوض کنین، منتظر نور بشین، نمیدونم. بله مثلا این یه لحظه نصف در نگاه بکنه و همون موقع مثلا دیگه ممکنه اون کار انجام نده. دقیقاً بله درست میگه. یعنی زرافه است، این همون گربه است، مثلا چشمش رو مثلا بخوای اینجا شد ماکرو بفهمید. اتفاقا میخواستم همین رو بگم، الان مسئله اینه که شما واسه عکس های حیوانات از لنز ماکرو استفاده میکنید، درسته؟ هم از لنز ماکرو استفاده میکنم، هم از اکستنشن های ماکرو، هم از عدسی های ماکرو. اینا از چند جهت میشه، چون خب گاهی وقتا اون یه لنز ماکرو اون توانایی زیادی نداره، میدونین؟ اون فاصله که میخواین ایجاد نمیکنه. بعد شما میتونید با خیلی ارزونتر، البته خب اگر که لنزای ماکرو گرون مثلا خب چند هزار دلاره، اگر شما بخواید مثلا با قیمتای پایین‌تر میتونین از اکستنشن‌های ماکرو یا عدسی‌های ماکرو که جلو دوربین می‌خوره مخصوص یه لنز طراحی شده، ولی تیوبای ماکرو بهترن به خاطر اینکه وقتی به لنز می‌خوره و هر لنزی روش سوار میشه، یعنی به دوربین یه طرفش می‌خوره یه طرف اون، خیلی راحت تره. من اونا رو هم دارم، عدسی ها رو هم دارم و ترکیب است. لنز ماکرو درسته یا مایکرو؟ MACRO هست یا MICRO؟ تو هر دوتاشو میگن CRO. کدوم؟ مایکرو MACRO.
مکرو یعنی در واقع ریز دیگه، یعنی خیلی کوچیک. مکرو یعنی MACRO. کوچیک و بزرگ میکنه. معمولا توی عکاسی ماکرو بله ما انتظار داریم تا 20 برابر بزرگ بشه. بله بله اون دیگه بستگی داره که چند تا شما تیوب بزنید، چند تا عدسه، اینا بعضی وقتا عدسه بله رو بله سوار میشه. انتظارمون این است. درست. مثلا این روباه با من دوست شد، یه حدود 600-700 تا ازش عکس گرفتم. جالب بود برام اینکه فرار نمی کرد و دیگه بعد غذا بهش دادم، یه روز بعدش رو یه تونستیم چند تا عکس ازش بگیریم. فرصت فوکوس خوبی هم داشتین چون عمق میدانتون کمه و خب فوکوسش سخت بود. اینا هم این سگ آبی هستش، حتی اینا بیور بهش میگن، توی درختی هم هستش. این عکس رو فکر میکنم من واسه یه مسابقه دیدم، نه اون عکس قبلی رو؟ آره فکر کنم یادم نمیاد، برای چیز تورنتو بود فکر کنم. میکنم یه مسابقه بود آره واسه پاییز. آره این پاییز، چون تو پاییز بود، رنگ هم زرد تقریبا، خیلی خوش رنگ هم هست این روبا. این هم همون میگم، خیلی به من اجازه داد که از پوزیشن های مختلف هاش عکس بگیرم. همینجور دنبالش میرفتم، یه حدود یه 700 تایی ازش عکس گرفتم، به خاطر اینکه خیلی هم خوشگل بود، خوش رنگ بود و اون فضا هم چیز. خب جان بهداران، میخوای استاپ شیر بزنی یکم صحبت کنیم بعد بیام سراغ عکساتون دوباره؟ بله بله حتما در خدمت. فرض کنید شما میرین تو جنگل. بله. اولا اینکه چه، شما که گفتین همه تجهیزات رو با خودتون میبرید. من ولی خیلی تنبلم، معمولا این کارو نمیکنم. شما همه تجهیزات رو دارین، توی جنگل منتظر چی میمونین یا بیشتر سراغ چی میرین که عکس بگیرین؟ یکی از اصول عکاسی اینه که شما برای بیرون رفتن از خونه هدف داشته باشید. یعنی اینکه شما برای چی میخواییم برین الان بیرون عکاسی؟ خب یعنی من میگم من میخوام الان برای خرس برم. و نمیتونم وقتی که میخوام از خرس عکس بگیرم برم یه جایی که خرس وجود نداره که. خب در نتیجه اون پلنی که برای خودتون دارین درست میکنید، این اول قضیه به اصطلاح عکاسیه. یه زمان شما میخوام برین عکاسی از طبیعت، میگم نه میخوام عکاسی خیابانی بکنم. خب من شما برین یه جایی که بتونی عکاسی خیابانی کنی، تو جنگل نمیتونی عکاسی خیابانی. خب حالا توی جنگل بستگی داره باز شما دنبال چه نوع چیزی میگن که اون متریالشو حتما با خودتون ببرید داشته باشید. مثلا برای دارکوب مثلا میخواییم برین امروز کجا دارکوب هست؟ خوشبختانه یه سایت هایی هست به نام ایبرد بکنم باشه اسمش، اینا جای پرنده ها رو مثلا مشخص میکنه. حالا برای جونورهای دیگه نیدم، ولی این برای پرنده هاست. شما مثلا باید تحقیق بکنید که این محلی که دارید میرید برای کدوم حیوان خوبه، یا میخواین اصلا کلن هدفتون از عکاسی چیه؟ میخواین از بیرون برین از خونه، هدفتون چیه؟ میخواین مینیمال عکس بگیرید، پس دیدتون همش مینیمال میشه. اگه میخواین پرنده عکس بگیرید، فقط پرنده میبینید، یعنی دیگه من هیچ چیز دیگه نمیبینم، من دنبال پرنده تو آسمون میگم. رو زمین اگه ممکنه خیلی چیزای رو زمین باشه که نبینید اصلا. خب این اتفاقات میفته. مثلا من رفته بودم برای پرنده دارکوب عکس بگیرم، بیشتر نگاه میکنم، یه لحظه پایین نگاه کردم، یه کرم خیلی زیبا دیدم که پروانه میشه، ولی فوق العاده زیباست که من اینو چند تا عکس گرفتم ازش، چون مثلا ماکروم هم بام بود، سریع عوض کردم به خاطر اینکه اون موقعیت دیگه گیرم نمیاد. این کرمی که به اصطلاح به این زیبایی بود و بالاش توپ توپی های رنگی، به ندرت توی طبیعت این نوع کرم ها هستن. خب میگم باید آماده باشیم، برای چیزهای دیگه هم آماده باشیم، یعنی هدفتون از اول مشخص باشه. من اینجوریم، خب یه خورده تجهیزات سنگینه، بعضیا حاضر نیستن این کارو بکنن. مثلا یه زنده زومشو برمی‌داره میگه میخوام برم از پرنده عکس بگیرم، حالا دیگه اون موقع ممکن تأسف بخوره که این فرزن این کرمو دیده، دیگه هیچ کارش نمیتونه بکنه با اون
زومی که آورده ممکنه بتونه یه دونه چیز بگیره، ولی اون ماکرویی که دلش میخواد نمیتونه، چون خودتون میدونید دقیقا درست میفهمه عمق میدانای ماکرو فهم میکنه. مثلا شما ماکروی 100-400 بخواید بگیری، از یک کر ماکرو بگیری میشه گرفت، نه که نمیشه گرفت، منتها اون وضوح کل تصویر مهمه، یعنی کل تصویرتون وضوحه، نمیتونه از یک قسمت بگیرین که تار باشه، یک قسمت مثلا وضوح داشته باشه. این قضیه ماکرو هستش. دقیقا درست میفرمه. یه مقدار از عکسای معماریتون هم اگر ببینیم. بله چنش. راجب خطوط صحبت کنیم. فکر میکنم جاده دارم اول باید بازش کنیم بعد دوباره شعرش کنیم. بله درست حتما. اومد؟ بله. این عکاسی در شب و بله. با نور محیط گرفته شده. بله بله، این خودش یه نور داشت، این هالیفاکس، یه بالای یه بانک بود، اینو من دیدم، یه چند ضلعیه که جالب بود. این حافظ شیرازه. بله اینم خود حافظ هست. اینا همه نور و محیطه. بله اینا همه سپایه. بله چون شب معمولا دیگه اگر که بخواید عکس بگیرین نور خوبی نمیده، اگه بخواید تیره میشه، اگه بخواید روشن کنین دست میلرزه و تار میشه. بنابراین همه شب بله. این بازار کرمانشاه هست. این همدانه، این بکنم گلپایگانه. من توی سفرهایی که میرم توی ایران شهرهای مختلف میرم و عکسای مختلف میگم، چند تایی گزینش کردم برای فقط نمایش. بفرمایید در خدمت. تو عکاسی معماری چی هست که شما رو جذب کنه؟ چون اونطوری که قبلا با هم صحبت کردیم اصلا گفتین شروع عکاسی حرفه‌ایتون به خاطر طبیعت زیبای کانادا بود، حالا توی معماری چی رو دیدین که دوست داشتین این عکس ها رو بگیرین؟ ما درسته که حالا اومدیم اینور، ولی پیشینه ما یه فرهنگ بسیار غنی هست. خب حالا ما بخوایم از یه طرف قبل از اسلام بگیریم توی معماری یا بعد از اسلام بگیریم توی معماری، معمارای خیلی برگزیده ای داشتیم، حالا گمنام بودن خیلی هاشون هم حالا من نمیشناسم، شاید اسمشون باشه، ولی گاهی وقتا قرینه هایی که هستش، گاهی وقتا بیشتر من قرینه سازی رو خیلی دوست دارم، یا به اصطلاح اون گچبری ها یا اون آینه کاری ها و کاشی کاری ها، اینا گاهی وقتا، و اینو سعی میکنم که حالا در توانم اونا رو ثبتشون بکنم. یا مثلا این چیز کازینوی بالای نایاگراس. بله نایاگراس. بله این کجاست؟ کانادا بود؟ بله اون اینو میگین این بله از خونهای کانادایی که تا همین موقع سال عکس گرفته شده، البته مال الان نیست، مال پارسال ایناست. چه بهداران عکساتون رو میفروشین؟ یعنی ازشون کسب درآمد میکنی یا نه؟ والا من هنوز سعی نکردم، الان تازگی ها دارم مجموعه درست میکنم که برای نمایشگاه و گذاشتم توی وبسایت ها. آره از لحاظ فروختم ولی به ندرت، یعنی چون جام به معرض نمایش نداشتم برای فروش، یا نمایشگاهی بوده من همجور مثلا تقدیم کردم رفته، هنوز به اون شکلی که باید. البته خب صحبت کردم برای کتاب
برای چاپ یه سری عکسامو چاپ کنم. میخوام یه با دست پر باشه، یعنی یه کارهای خوب باشه. هنوز کارهای خودم رو خوب نمیبینم. تو کدوم ژانر دوست دارین کتابتون منتشر بشه؟ کدوم عکس؟ شاید طبیعت، طبیعت و انیماس. میگم هنوز دنبال یه مجموعه هستم که چیز کنم. این خورده ادیت شده، این مسجد نصیرالملک، نمیدونم نوراش رو میبینید؟ بله بله. این یه مقدار رو نورا ادیت کردم که زیباتر به نظر برسه. حالا که صحبت از ادیت شد، میدونم یک فولدر واسه فوتومونتاژ هم درست کردین، درسته؟ بله بله. اگر فوتومونتاژ رو هم ببینیم خیلی عالی میشه که بعد بریم سراغ پیجای فیسبوکتون. بله حتما. فکر میکنین چرا عکس نیاز داره که مونتاژ بشه یا ادیت بشه؟ خب ببینید، ما توی عکاسی ژانرهای مختلف داریم، خیلی زیادن. یعنی واقعا عکاسی تا واردش نشین، حالا شما خودتون میدونید، تا واردش نشید مثل اینکه فقط از یه دوربین میبینید. یعنی هر کسی از بیرون نگاه میکنه فکر میکنه واقعا فقط یه دوربینه و عکس گرفتنه. ولی مثلا نقاشی که وقتی شما واردش میشین میبینید که ای با اینجا مثلا آبرنگ هست، رنگ روغن هست، پاستل هست، نمیدونم تمام این متریال ها هست، غیر از سبک های خودشون. یعنی همه اینها رو با سبک های مختلف میشه کار کرد. یعنی رنگ روغن مثلا شما میتونید رال کار کنید، کلاسیک کار کنید، نمسترال کار کنید، اکرولیک میشه. خب این خودش یه ماده است، اونم یه چیز دیگه است. توی عکاسی هم در واقع همین شکله. یعنی شما وقتی میرید وارد عکاسی میشید طبیعت، مثلا طبیعت خودش شاخه های مختلف داره. بنابراین خب میشه گفت که این چرا این میرن، خب این علاقه است دیگه. شما به چه رشته علاقه پیدا میکنین، میرین دنبال اون وضعی. باز کردن ولی اگه شیر کنیم با همون. بله خب، من به خاطر رشته تحصیلیم گرافیک بوده، گاهی وقتا یه دید خاصی نسبت به طبیعت دارم، نسبت به عکاسی دارم. چون هر کسی نسبت به اون پیشینه ذهنی که داره، خب در نتیجه میتونه توی اون زمین، مثلا یه سری میگن که ما مینیمال دوست داریم، یه سری ماکرو دوست دارم. من هم گاهی وقتا به خاطر کارهای گرافیکی مونتاژ هست، خود اصل گرافیک یه سرش هم عکس هم مونتاژ، هم این که فوتو مونتاژ استفاده میشه. و توی مثلا توی ایران مخصوصا یه طراح گرافیک مثل آچار فرانسه است، مثل اینجا نیست. اینجا یه مقداری خصوصی تر میشه، مثلا طرف توی فقط پوستر میزنه. ولی رشته تحصیلی گرافیک توی ایران همه یه چیزا رو به اصطلاح در بر میگیره. مثلا کسی که فارغ التحصیل میشه از رشته گرافیک توی ایران، هم پوستر میدونه، کارت ویزیت میدونه، کاتالوگ میدونه و تمام اینا رو کار کرده. و توی هیچ کدوم هم گاهی وقتا خیلی سررشته نداره، مگر اینکه بره توی کار بیفته سررشته. منتها توی غرب این کارو خلاصه تر میکنن و در نتیجه تخصصی تر برخورد میشه. منم با توجه به این پیشینه گرافیکی که داشتم، یه مقداری روی عکس ها کارهای گرافیکی، کارهای مثلا مثل نقاشی گاهی وقتا کردم، با استفاده از لایه ها، با استفاده از تکنیک های خود دوربین و استفاده از فتوشاپ، که این یکی از اون کارهای پاییزیه که میبینید. باز نشده جواب دهداران اگر ببینم. آره
امروز داره اذیت میکنه این. الان باز شد؟ بله. من قبلیشو نشون بدم، من چون که رو این داشتم صحبت میکردم، ببخشید. من فکر کردم باز شما میبینیم. این یه عکس پاییزیه که رنگا همه خود اصلی هن. منتها کاری که من کردم فقط مثل نقاشی روی لایه های مختلف کار کردم، که گاهی وقتا اینو 4-5 ساعت وقت میگیره، 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت این یه نقاشی وقت میگیره. من چند تا رو شما رنگ برگا رو که تغییر ندادین؟ نه نه، اینا رنگ های پاییزی و اصلیشون هستن، فقط خطوط اضافه کردین؟ نه خطوط هم اضافه نکردم. ببینید با توجه به تار کردن و بلار کردن یه سری از درخت ها و برگا، این عمق میدان رو کم و زیاد کردم، این مقداری بازی کردم با اینها. بله حتی یه عکاس کانادایی بود میگفت که من وقتی که دارم نگاه میکنم نمیدونم که این من چشمم مشکل داره یا عینکم مشکل داره. گفت چند بار اومدم این عینک رو برداشتم، فکر میکردم که این عکس مشکل داره، من میدیدم که این مثلا قسمت هایی از درخت ها واضح هست، ولی وقتی نگاه میکردم هم تاره. درسته، این تکنیکتونه. این رو هم خودتون تار کردین؟ بله همه اینا رو. بله اینا رو مثلا خب یه عکس با لایه های مختلف، مونتاژ نیست، مثلا چند تا عکس نیستن، ما روی عکس و با لایه های مختلف کار میکنیم. البته یه تکنیکی هست توی عکاسی که به نام پنینگ بهش میگن، در واقع شما دوربین رو میکشید بالا، خب یا میکشید پایین یا سمت چپ و راست دوربین رو تغییر میدین، حالت بلار میکنه. منتها این اون تکنیکش، چون اون تکنیک تمام تصویر رو بلار میکنه و من دوست نداشتم که کل تصویرم بلار بشه، یعنی اون تکنیک خیلی ساده است، شما میذاری رو سپایه و دوربین رو حرکت میدین به سمت بالا و یا پایین. که این رنگا رنگای اصلی نیست، درسته؟ اینا یه مقداری تشدید رنگ شده، یا این مثلا یک پولیه که بهمنگیزش کردم به حالت رویایی. عکس اصلیشو داریم اینجا. دمه دست به خاطر اینکه من یه هارد بزرگ دارم تقریبا چند ترابایته، من بگردم یا کدوم گزینه‌اش خیلی چیزه. میخواستم فقط مقایسه کنم ببینم که میزان تغییراتش چقدر بوده. متاسفانه چیز اشکال ندارم، خواهش میکنم ببخشید. خواهش میکنم، بحثتون گرفته میشه برای من. نه آره، چون الان میخواییم بریم سراغ پیج فیسبوکتون. بله اینا رو من سریع چقدر این عکس زیباست. چقدر این عکس زیبا بود. اینو میگین؟ آره، علاوه بر اون عکس که درخت محصور شده بود بین تنه درخت ها، من اون عکس هم خیلی دوست داشتم. این هم یه فوتو مونتاژ، در واقع این یه کار فوتو مونتاژه که با حدود 10-15 تا عکس انجام دادم، ولی خب عکساشو خودم گرفتم. اینو برای پوستر فیلمی کار نکردین؟ نه اینو یه روز خودم همین جوری نمیدونم نشسته بودم، این کلاغای آلفرد هیچکاک تو ذهنم اومد، گفتم که بیام چیز بکنم. این یه در کلیساست تو تورنتو و این کلاغا هم همینجا هستن که دم دریا هستن. یه 10-15 تا لایه های این کلاغا رو گرفتم، یه غروب هم هست که اون پشت، خواستم یه فوتومانتاژ به اصطلاح سورئال رو ازش بکشم بیرون. خب من چند تا عکس ماکرو رو هم نشونتون بدم که ماکرویی که گرفتم، بعد بریم سراغ خواهش میکنم. میدونم که وقت نداریم ولی گفتم این ماکروهامون هم ببینید. آره این تایمز فلایز خیلی دیگه، همیشه این زمانه داره میگذره و از دست میره. خب الان بازه؟ بله بله، این یکی از این ماکروهای من هستش. این
این مثل دو تا آدم شده بودن دقیقاً بله. مثلا خیلی سخت اینا بگردین مثلا توی ماکرو، این خیلی ریزبینی میخواد، یعنی شما باید اون اینقدر ریز ببینید که اون زیر پاتون هم حتی که مثلا یه دونه مورچه رد میشه بعد اون رو نگاه بکنید و ببینیدش. توی ماکرو خاصیتش اینه، یعنی شما به جای توی هوا باید روی زمین نگاه کنید. شما آدم ها رو هم ریز میبینید؟ نه نه، بستگی داره کدوم آدم باشه، بعضی آدم ها خیلی بزرگ میبینم، بعضی هستون خیلی ریز. خیلی خوب، بسیار زیبا هستن جناب دهداری. ما که لذت میبریم از دیدن عکساتون، ولی چون واقعا وقتمون محدود هست خواهش میکنم بریم روی پیج عکاسیتون پیجا، که چون میدونین ماجرای این آکادمی عکاسی پرژن اوارد همین هست که قراره که به صورت یه آکادمی باشه و دوستان عکاس زیادی در سر تا سر جهان عکس رو ببینن و رأی بدن. من میدونم، آره من میدونم یکی از پیجای شما این کار رو داره انجام میده و خیلی دوست داشتیم از تجربه شما استفاده کنیم برای بهتر کردن کار خودمون. بله، حقیقتش وقتی من اومدم کانادا دوست داشتم که با یه دوستانی آشنا بشم که عکاسن و با هم دیگه بریم بیرون عکاسی بکنیم. موفق هم شدم توی این زمینه، یه سری آدم ها رو پیدا کردیم کنارم، ولی خب اونقدر حالا یا مشغله زیاد داشتن یا اینکه اونقدر عاشق نبودن. یعنی عکاسی باید واقعا عاشق باشی، مثلا یه روز تو وقت تو بذاری برای عکاسی، بری مثلا دنبال مثلا یه دونه سنجاب بگردی از عکس بگیری، یا اینکه بری مثلا 300 رانندگی بکنی که مثلا یه جغد برفی بخواد ببینی. دیدم اینجوری نیست و صفحه در اختیار من نبود، ترجیح دادم که یه صفحه خودم درست کنم به نام انجمن عکاسان اونتاریو. بعد دیدم خب این خیلی کمه، اینو کردمش کانادا به خاطر اینکه دیدم توی محیط کوچیکی مثلا اونتاریو تعداد عکاسای ایرانی کمه. گفتم خب اینو توسعهش بدم به کانادا. به خاطر همین من اینو در واقع چیز کردم به عکاسان انجمن عکاسی ایرانیان کانادا. گروه هست درسته؟ پیج نیست، گروهه. بله بله. ببینید میتونم ببینم، خصوصی نیست، یعنی همه میتونن اینو ببینن، ولی عرضم به حضورتون نمیتونم عکس بذارم. برای اینکه عکس بذارم باید جوین بشن اینجوری. این برای ایرانیان مقیم کاناداست. بله بله. خب من یه سری عکس ها، اینا عکس های اینجا خیلی به اصطلاح حرفه‌ای نیستن، یه سری با موبایل عکس میگیرن، یه سری با عرضم حضورتون الان میبینید داریدش؟ بله بله باز شده. من این مدیاشو بزنم. آها، با موبایل عکس میگیرن، یه سری با دوربین عکس میگیرن، یه سری حرفه‌ای، یه سری آماتورن. ما خیلی به خاطر اینکه تشویق بشن بچه‌ها عکس بذارن به اصطلاح خیلی سخت نمیگیریم توی این صفحه‌ای که هست، چون من اعتقاد دارم که یه سری بعد مطلب‌های آموزشی از سایت‌های مختلف میگیرم میذارم اینجا که اطلاعات عمومی کسانی که علاقه‌مند به عکاسی بالا بیاد و بتونن عکس‌های بهتری توی صفحه بذارن و علاقه‌مند میشن و تشویق بکنن دیگران هم بیان توی صفحه. مثلا یه همچین عکسی رو مثلا گرفتم دوستان دیگه. من چند تا خیلی هر کسی با هر توانایی عکاسی داره میتونه. بله، هر دیوایسی که داره میتونه اینجا عکس بذاره. اینم عکسای خب خیلیاشون ممکنه آماتور باشن، بعضیشون یه فولی فیلترن، بعضیشون با دوربینن، بعضیشون با موبایل رو نمیدونم. خیلی خب اینجا طبیعتاً عکسای ضعیف هم میبینید، یا مثلا عکس این دوستمون که اینم هم همینجوری میره مثلا 3 ساعت هفته رانندگی کرده تا این شاهین رو بخواد عکس ازش عکس بگیره. و پیج بست آف ده بست فکر میکنم اگر اشتباه نکنم.
بله اون صفحه best of the best اینه که خب راجب داوریش اگر توضیح بدی ممنون میشم که خب من بعد از اینکه اون پیج رو درست کردم دیدم خب این پیج چیز نیست به اصطلاح این پیجی که من میخوام اون منو ارضا نمیکنه از لحاظ تصویری و ضعیفه. من دوست داشتم یه کار بزرگی انجام بدم، یعنی بتونم عکسای حرفه‌ای بیارم تو صفحه. در نتیجه خب دیدم که باید یه جهانی فکر کرد، میدونی باید بزرگ فکر کرد تا بتونی یه کار بزرگی انجام بدی. اومدم یه صفحه همین که best of the best shot رو درست کردم. بعد خب ابتدا خب خیلی کم بودم، یعنی دونه دونه الان 4-5 ساله میگذره، تعداد افرادی که اصلا حدود 3400 نفر حدود هستن که تو پیج هستن، همشون عکاس هستن و ما غیر عکاس اینجا دیگه راه نمیدیم، عکاس های حرفه‌ای فقط. یعنی اگه 3000 تا هستن عکاس های حرفه‌ای هستن و آزاد دیدن صفحه آزاده، ولی عکس گذاشتن فقط زمانی که چک بشه اون طرف مثلا توی صفحهش عکس گذاشته و عکاس، حتی مدل هم نیست، چون بعضی مدل ها میان خودشون عکس میذارن قبول نمی کنیم، میگیم نه باید عکاستون بیاد از شما عکس بگیره. بعد شیوه به مرور زمان من چندین تجربه داشتم توی داوری اینجا این بود که میخواستم مردم تشویق بشن و بزرگ مثلا در حد جشنواره به این فکر میکردم که یعنی ما بتونیم یه جشنواره رو مثلا تشکیل بدیم، اینو بکنیم وبسایت اصلا کلا و بتونیم که افراد رو حالا یا اسپانسر دعوت کنیم یا اینکه وقتی تعداد زیاد بشه و کارا خوب بشه در نتیجه خب میشه کارای بزرگتر کرد. من الان 10 تا داور از کل به دنیا دارم توی این صفحه، از فیلیپین گرفته تا آلمان و اروپا، یعنی 3 تاشون آلمانی هستن، 2 تا ایتالیایی هستن، چک داریم، فیلیپین و نمیدونم هنگ کنگ و اینا. بعد خب اینا عکسایی که آپلود میشه میان و امتیاز میدن. الان اصلا من یه چند تا عکس که اینا چون جدید اومده هنوز تازه دیشب آپلود شده هنوز امتیازی نگرفتم، من میرم روی عکسی که امتیاز گرفتم. مثلا اینجا الان این عکس 2 تا امتیاز گرفته، از 2 تا داور من دادم و یه آقایی که آلمانی. بعد اینا با پرچمی که دارن نشون میدن که از کجا هستن. یا اینجا مثلا این 3 تا گرفته از انگلیس مثلا این دوستمون و به این پرنده مثلا 3 تا گرفته. خب بعد این 4 تا که 5 تا که بگیره میشه 5 استار، یعنی در واقع ما برای این یه پوستر میزنیم و اگه 6 تا بشه یه پوستر 6 استار میزنیم و 7 استار به بالا میشه سوپر استار، یعنی در واقع اصلا طراحیشو فرق کنه. من میرم روی ببخشید پوستری که چاپ میکنین، یعنی روی کارت. حالا من میرم پایین نشونتون میدم که متوجه بشین چه اتفاقی میفته. بعد هر 2 هفته 1 ماه این پوسترها رو میزنیم که خب اینجا هستن پوسترهای 5 استارمون. خب اینجا این 7 استاره، اگه نگاه کنید همون عکس میاد و اینجا مثل اوارد در واقع دیگه، اینجا ما یه اوارد مجازی داریم. خب این یه طلا گرفته منتها چون نه حق عضویت داده نه پولی داده نه اینکه مسابقه بوده، حتی مسابقه بوده ولی خب این اومده پوستر شده، اول نشده ولی اصلا یه 10-15 نفر که عکساشون بیشتر از 7 تا داور بهشون چیز دادن و این شکل پوستر میگیرن، مثلا این آقا یا به این شکل. خب اینا تشکیل میشه، اینا 6 استار دیگه، اینا مثلا اونا 7 استار بودن اینا 6 استار هم. اینجا مشخص میکنه. ما سیستم های مختلفی رو امتحان کردم و وقتی که این سختگیری ها انجام میشه، وقتی که به اصطلاح
خیلی مراقبت میشه از این انتخاب. گاهی وقتا مثلا من اونجا خودم تنها میتونم انتخاب بکنم میتونم نکنم، ولی وقتی که 10 تا داور از 10 تا جای دنیا میان این کارو میکنن، الان صفحه ما در واقع در فیسبوک یک اعتبار زیادی داره، کسایی که اصلا میشناسن بیشتر ادمینای عکاسی دنیا که توی فیسبوک هستن تقریبا میشناسن اینا رو، یا خودشون هم عضون، مخصوصا کسایی که توی ایران هستن صفحه فیسبوک ایرانی دارن، یعنی صفحه عکاسی فیسبوک ایرانی دارن، خودشون عضون اینجا. هیچ وقت تلاش کردیم اینا رو، حالا فایو استارا رو هر کدوم رو تو دستبندی خودشون کتاب چاپ کنین حالا برای تشویق عکاسان؟ یا من که اجازه ندارم، اولا بخاطر اینکه این کپی رایت داره دیگه به هر حال. آره خب خودشون، آره به شرط هزینه داره و هم درسته اینه که شما هر کدوم دارید میفهمید هر کدوم هزینه داره. اگر شما میخواهی مسابقه ایجاد بکنید یک دستور عملی داره، یعنی شما باید یه دستور عمل بنویسین، قرارداد میبندید، مثلا میگیم من اینا واترمارک دارم، خب میگیم مثلا شما نباید واترمارک داشته باشی برای این کار، برای مسابقه ارسال میکنید مثلا 50 دلار 100 دلار حق ورودی این مسابقه است. خب در نتیجه شما اونجا میگید که اگر که مثلا شما اول شدید مثلا این بهتون تعلق میگیره، اگر نشدید مثلا ما این حق اینو که چاپ بکنیم کپی رایتش رو گرفتیم از شما خاطر اینکه شرکت دادیم تو مسابقه، و اینکه جایزه تو مثلا یه گواهی ورود توی مسابقه رو میدیم بهتون و عکستون رو میگیریم ازتون. خب خیلی وقتا این قانون جشنواره این شکلیه و خیلی وقتا من به خاطر همین مثلا شاید عکسمو نفرستادن، چون که مثلا یارو عکسو میگیره کتاب چاپ میکنه و سودشو مثلا یه جای دیگه میبره. ولی خب اگر که منتفع بشه خود مثلا اون عکاس بدونه که فرضا یه کتابم بهش میرسه، خب اگه عکسش انتخاب نشود بعضی وقتا برمیگردونن، حالا برمیگردم چون الان دیجیتاله دیگه برگردوندن هیچ معنی نمیده، تا زمانی که جای دیگه چاپ بشه مثلا میتونه شکایت بکنه. خب این استاپ شی رو میزنی یه خورده راجع به همین صحبت کنیم؟ بله چش. اتفاقا مبحث داوری یه مبحث خیلی خیلی چالش برانگیزه، چالنجینگ. چه کار کنیم که بهترین حالت رو داشته باشیم؟ یه جورایی مثلا اعتراضات کمتر باشه، نگن تبانی شده. خب ببینید، شما وارد یه کاری که میخواییم بشین شرکت کننده خیلی هوشیار، خب به جز یه سری آدم هایی که حالا برایشون خیلی مهم نیست، ولی عکاس های حرفه خیلی هوشیارن. اول اینکه مقدار جایزه‌اش هست، جایزه برای اولی چقدر است؟ خب که اون عکاسی که مثلا خیلی حرفه‌ایه یه لولی داره، هر عکاسی یه لولی داره. یه عکاسی هست مثلا شما بگید مثلا 100 دلار، مثلا توی تورنتو میگه که مثلا 100 دلار شرکت میکنه عکسشو میذاره، خب یه زمان میگه نه 10 دلار اونم شرکت میکنه، یه زمان میگه نه اون کسی که خیلی حرفه‌ایه عکسشو هیچ وقت آپلود نمیکنه برای مثلا 100 دلار، خب چون که عکس خیلی حرفه‌ای داره میگه 1000 دلار 2000 دلار 5000 دلار جایزه اولی، خب یا مدال طلا هم داره 1000 دلار هم جایزه داره، اینجوری اعتبار خریده میشه. دوم اینه که هیئت ژوریه، هیئت ژوری اگر شما مثلا چیز بکنید سابقه دارن هر کسی، شما سری الان اینترنت سری میزنه اینترنت این چی کار کرده مدرکش چیه؟ خب بنابراین اون عوامل اجرا خیلی تأثیر دارن توی یک جشنواره، توی یک مسابقه و جایزه. ببین همه اینا تأثیر داره. شما ممکنه اولین باری میخواین کار بکنید، خب اگه بخواید مثلا ضعیف شروع کنید خب نتیجتا میاد چیز میشه، وقتی شما مثلا 10 تا داور از یا مثلا 5 تا داور کله گنده داری از جاهای مختلف دنیا، نه تنها مثلا ایرانی، خب مثلا
منم هم برای همین اعتبار پیدا کردم، خاطر اینکه فرضاً یارو میره عکس ادمین منو میبینه، خب چون که اونم آنلاین میبینه میگه اوه این خودش عکاسه، وقتی که داره من هیچ کسی اعتراض نمیکنه، حتی من عکسی رو که پاک میکنم آپلود نمیکنم کسی نمیاد بگه چرا عکس منو آپلود نکردی، چرا اکسپت نکردی که بره توی مثلا اصلا بره تو صفحه، با وجود که عکسای خیلی خوبی هم میاد، ولی ما به کوالیتی نگاه میکنیم، ما به کمپوزیشن نگاه میکنیم، ما نگاه میکنیم که اون تصویر آیا با سیستم ما جور در میاد یا نه، یا مثلا خب خیلی وقت هست اون عکس خیلی خوبه ولی شما نمیتونید مثلا اونو نمایش بدید، میدونید اون با ساختار شما مسابقه شما جور در نمیاد، اونو رد میکنیم، اگه گفت مثلا به این دلیل به این دلیل این جزء شاخه‌های ما قرار نمیاد. پس یک گروه قوی وقتی باشه مطمئنا شرکت کننده با میل و رغبت شرکت میکنه. بسیار سپاسگزارم جناب دهدارار از وقتی که در اختیار من قرار دادین. خواهش میکنم اگر صحبت نهایی هست، حرف نگفته‌ای دارین که دوست دارین برای بیننده های ما بگین، خوشحال میشیم بشنم. نه عرضی نیست، منم خیلی خوشحال شدم و باز تشکر میکنم از اینکه بنده رو قابل دونستین و دعوت کردین، عکسامون نشون دادم، انشالله که بتونی موفق بشین، من ببینم که واقعا این موفق شده این تصمیمتون، یه واقعا اسم قشنگیه، پرشن اوارد یه اسم خیلی قشنگیه و امیدوارم واقعا بره بالا و بزرگ بشه و من شرکت بکنم توی مسابقات شما. امیدوارم بتونیم از کمک شما در داوری استفاده کنیم، حالا در خدمتتون هستیم حتی در مسابقات هم. خیلی خوشحال شدم، مرسی. خیلی ممنونم به همراه مهمون بسیار عزیزمون. به همه بیننده ها بدرود میگیم، خدا نگهدار.